من از گروه همبستگی تصمیم گرفته شده که این کمپین رو حمایت بکنیم، یعنی تک شما رو حمایت نکنیم بلکه هر سه نفر رو به یکسان. حالا هدف اصلیمون اینه که این ایرانیایی که اینجا هستن سالیان زیاد هستن ولی خاموش هستن ولی مایلن وارد بشن، به طور کلی بگید این ایرانی ها چجوری میتونن وارد این فعالیت بشن، چجوری میتونن کلن کمک بکنن و چجوری میتونن تک تک شما رو حمایت کنن. من فکر میکنم که یکی از مهمترین اهداف من شخصا دیدم و شما رو یکی مشارکت سیاسی باشه، نه فقط توی کامیونیتی خودمون بلکه توی کامیونیتی‌های دیگه هم خیلی مثل ماها شاید آشنا بشن مشارکت سیاسی بنیادی. و یکی از کارهایی که من دوست دارم شخصا ببینم که انجام میشه در طول این کمپین ملی این هستش که عزیزانمون علاقمند بشن به اینکه بیان بیشتر در مورد احزاب کانادا بتونن احزابی که فعال هستن ببینن، بیان کار داوطلبانه انجام بدن که هر کدوم از کمپینایی که فکر میکنن با نظراتشون بیشتر موافق هست یا اینکه به هر دلیلی گرایش دارن بهش، یا مثل خودتون به هر سه نفر ما یا به دوستان دیگه کمک کنن. مهمترین کار اینه که عضو بشن، عضو حزب لیبرال بشن، میتونن تماس بگیرن یا اینکه وبسایت در واقع خودشون عضو بشن و بعد در کمپین زندگی کنن، مسابقه ها رو همکاریات بیرون هر خود کمپین پنهان نخواهد بود و همه مطلع خواهند شد. میکنم که کار جدید باشه برای که همه با هم یا مشارکت سیاسی رو کنیم، مهم نیست کجا. بله من فکر کنم همونجوری که لیلی جان توضیح میداد واقعا مهمترین چیزی که نشون میدیم ما یک جامعه هستیم که زنده و منسجم هستیم و اصلا نهایتا هر کسی انتخابش فرق خواهد کرد، ولی اصلا اون مهم نیست. مهم این هستش که نشون بدیم که مسائل کانادا واسه ما مسائلی نیست که واقعا نتیجه داره و نشون بدیم که یونیتی هستیم که این مسائل رو از نزدیک فالو میکنیم و امیدواریم که عملی باشه و همه بفهمن که هر چقدر بیشتر مشارکت کن برای همگی ما خوب هست. یه چیز دیگه هم اگر یه چیزی بگم میخواستم تأکید کنم اینه که متاسفانه توی کمیونیتی خودمون خیلی فکر میکنن که مثلا این اتفاقاتی که داره میافته در بودتیل بین ما سه تا کوچکترین کدورتی هست، اصلا البته به این صورت نیست. خیلی خیلی طبیعی است که اشخاص مختلف از نیمه خوششون یاد از نیمه خوششون یا شاید حتی از بره، ولی حرف بعدی این هستش که این شاید به اون صورت میشنه و شاید این رو عنوانی پروپانسیون ببینیم که یک جامعه توانمند دیگه این سه تا کاندید واقعا خوب داره، هر کسی به سلیقه خودش ببینه که فکر میکنه کدوم کارایی باشه. خیلی من میشنوم که من also running against David Jenkins I have to correct them این انگلیسی میگم چون دقیقا این ترمو استفاده میکنن I'm not running against anybody we are in competition و همه کاندیداهای قبلی هستیم و این choice community هست و چقدر خوب که community سه تا کاندیدا داره که فکر میکنن این شایستگی رو دارن که برن جلو و این علیه هیچ کس نیست، این یک مسابقه است، مسابقه دوستان علی دوستان خیلی سالی هم سال من رو دیدم سلام دوستان، من یه پیشنهاد چون دوستان خیلی رفت بزی گفتن و یه کنچی کش کسی کنید اضافه من بخواهد باز بشین، وانتیر بشین و بگیم که هیچ کنونی تحکیل نمیتونی هیچ کنونی بزی خواهد انجام بده، فقط این جامعه کلن باید بکنه و مطمئن باش که هرچی بشه یه یونی برنده میشه. بله، قبل از این تموم میشه یه سوالی که توی جامعه مطرح هست میگن، یعنی اینطور که من اطلاع اداره دارم قبلا شما هر سه نفر با هم دیگه گرد همایی داشتین که مثلا یک نفر معرفی بشه ولی به نتیجه نرسیده. حالا سوال اینه که آیا ممکنه یه چند ماهی که از پیش بره خود یعنی تمام جامعه متوجه بشه کدوم از این کاندیداها ساپورت بیشتری داره و شماها باز بتونین با هم دیگه ائتلاف بکنین و یکی رو حمایت بکنین؟ آیا این امکانش هست به نظر؟ حتما.
چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ یعنی همون که فکرم همه متعبد این مسابقه هست خیلی هم با فکرم سیستم دموکراتیک و احترام به هم دیگه نه فقط این ستا الان کسای دیگه هم وارد این ریس شده ما هم دوستای ما هستن و طبیعتاً باید بریم جلو بریم جلو موقع از پیشبینی نمیتونیم بکنیم ولی من شخصاً فکرم دوستان همه ذهنمون باز هست برای هر گونه تغییری و تطبیق با هر گونه فقط محض اطلاع شما یه عده دارن از الان کار میکنن که بتونن یک نوع انتخابات به راه بندازن اگر شما هم موافق باشین یه چند ماهی که گذشت که برای که همه مطمئن بشن که بیشتر اصلا ساپورت داره بین خود کامیونیتی یک نفر انتخابات باشه که شما قبول داشته باشین بعد اون یک نفر کل جامعه ساپورت بکنه چون که همه مثل جامعه تصمیم گرفته که حتما این دوره یه نماینده در پارلمان فدرال داشته باشیم خیلی متشکرم خوب که میبینیم اینقدر همه